خانم. سلام. چه امری داشتی؟ این اگزوز ماشینم قارقار میکنه. ببین چه عیبی داره. ای بچه از دایه. ببخشید آقا. بله خانم. کجا؟ اونجاست خانم. کجا میری این زودی؟ کار بنده تمام و تمام است. میخوام برم منزل لباسی باز عوض بکنم، برم سینما فیلم سریا جان رو ببینم. خدا حافظ، ما رو دعا کن.
نه فاویده بیوره فتو خیال بکنه برای محالوی تیشبی هست که پولش وارده چه کنم دیگه رئیس یادمون داده که علکی توپ بزنه با خود و خدای بلاف هستی وقت بخواهی بار سرکیسه با کاری آره بالاخره رسو میبینی یا نه آره کاره داف داره دست نگرده کاره یه آج داره بی برافت یه آسد که تو دست بره به وجه کلک بیزنی زود باش پول رد کن بیه پیره بکش دست تو معلومه چه کلک دادم آخه میخواستم بهتاری کنم که چجوری پول مردم بیچاره رو میبرین بابا ای والا تو دیگه تفیق لیلا که وقت خوش بستی چه کنم دیگه گام بجون شاگرد کلاس شما هستم ای تانه لکن خجالت نمیکشین همش نشستین رو دارین بازی میکنین خیلی سختر شما بود که دیشب بهشون پول دادیم بارا بابا تو شما جز خوردن و خوابیدن هیچ کاری بلد نیستید به جای اینکه با هم دیگه دست به یکی کنید و برید سر دیگرون رو بتراشید اومدین نشستین کلا سر هم دیگه میذارید ای آخه هرچی قمارباز تو این شهر بوده ما خاک سرنشین کردیم آره اگه شما ها عرضه داشته باشین میرین میگردین بازم پیدا میکنین رئیس این هفته 40,000 تومن کافی نبوده اصلا خودتونم که بکشین شماها به درد این کار نمیخورید بیشتر از اینم نمیشه مردم خون خراب کرد رئیس آخه رحمم خوب چیزیه خود دلت به حال خودت بسوزه که همیشه جیبات سرانکه بود بسته اگه میخوای واسه مردم دیر سوزی کنی همین الان برو تهرون خوش اومدید ای دفعه ببخشید قال بدید بعد از این هر چی شما بدید همو کار بکنید چی اونه شما بابا بهتره بریم سر کار اصل بمون آره راست میگه والله یک ساعت دیگه قاره کشی اتومبیل شروع میشه بعد از عجله کنید آره باید عجله کنید رایت واسه کارمون برسیم آره خوب گوش کن ببین چی میگم تو این چمدون تمام شماره های بلیط های لاتاری رو چاپ کردیم هر شماره ای که در بیاد لنگش تو اینا هست ضمناً دلم میخواد دست خالی بر نگردیم فهمیدین چی گفتم؟ الحق که چه تا هستن لپنه از پشت بستی رئیس با بلیط های اصلی یه سر سوزنم فرقی نداره خلاصه منتظر نتیجه کارتون هستم اگه این لغمه چرب از دستتون بره دیگه وای به حاله خاطر چه باشی قول بیدم از با دلخور نشی رئیس اگه موفق شدین یکی 2,000 تومن پیش من داری فهمیدی؟ قربونه شما محسوس بیا ببین دم سینما چه خبر هست امروز زیباترین اتومبیل طی مراسم قرعه کشی برترین افراد جایزه داده خواهد شد خبر ندارن که اون خوشبخترین افراد من و تو هستیم کلمه که باید شدیم یه ساعت دیگه معلوم میشه که این اتومبیل خوشگل ماله چیه بزن داری بعد تو سنم خدا سب کن برم بهت برستم که اقید برم میدونی داداش آی داداش حواست کجا؟ برو به چسب سر الان میان جامونو میگیرم ببخشید متوجه نشدم قربان آقا این دختره که برای آدم مشاوز نمیذاره جنی شما دختره کیه؟ ما که اینجا دختری نمیبینیم کو؟ کجا؟ اینه میگم ایناش برای یا بشتیه عجبه عره باشالله چه خوشیله اوه چشمت درویش کنه وگرنه زدم ها هیچ کس حق ندارد به سوری جان من نگاهی چپ بکند جوانم خیلی دوستش داری آره معلومه من عاشقشم هر فیلم میگه از اون میذاره نه اولی مشتریش خود منم با جانتی فیلم آخریش از 6 دفعه رفتم دیدم پس تو هر چی در میاری میگی بالای فیلم این دختره آره اگه نداشته باشم غرق میکنم دو دفعه هم قشقی رفتم دو دفعه قدیم شب هم دو دفعه خوابشو دیدم اون از جا محسود بابا سر به سرش زهی بابا دیوونه از زده به کلش خیلی جیلت بخد که تو هم مثل من دیوانه باشی اصلا من دیوانه عشقم اصلا میدونی که این دختر این جوان مورو دختر نیست که اصلا یه چیز ویتامینه ویتامین ویتامین چیه چرا داری حضیا بگه آخه خنگ خودم مگه نمیدنی سوریه جان من معروف است به ویتامین راست میگی؟ حالا واقعا دوستش داری؟ دروغم چیه؟ من عاشقم گواه و من این قلب چاک چاک در دست من جز این سند نیست به کار نیست ببینم این عکس کدوم فیلمشه؟ مال فیلم دالهوش نمیدانی به خدا چقدر قشنگ بازی میکنه وقتی برای ظهوری اون قسمت عدد باردر می آوردن این قلب من از جا کنده می شد با مرگ شما ها دلم می خواست برم کلی ظهوری را بکن آخه وای این قلب من همینجور مرتب می گفت تطلب 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 الان هم سه قلب من می شدی بوش بدید
گوش بده. پدر آمرزیده، این صدا از قلبت نیست. شکمت که از گشنگی داد و فریاد را انداخته. یاد آواز خواندنش افتاد. همینطور که میرخسیدم میگم چه حرفا، چه چیزا، آدم شخ در میآورد. عزیزم من خدا سر و پاک خال شده. یک جب چشت شد فدای اون لبت شد، فدای اون چشمه. خیلی معذرت میخوام، این دختر اصلا حواس منو پات پات کرده. اجازه بفرمایید به شما کمک بکنم. نه خدا دست تو بهش کنه، الان من خودمون جمع میکنیم. ها تو این بیرزاره کجا جب کردی؟ اینا رو کجا بردی؟ همه اینا رو خریدم که میخوام ماشین ببرم. آخه خیال دارم با این ماشین برم تهران سریه جان منو ببینه. چه صاف و ساده از کجا ولوه که جایزه به کار بیافته. بدبخت من یه اخلاقی دارم، میدانم که همه چیز با من نیست الهام میشه. جونه با اون خوندی رفیقمه تو مرتضی که همه چیز بهت الهام میشه. علاقه بین من زنده شما هم مرده. اگه تازه ماشینم نبرم از شانس اینه دارم که یکی از جوایز خیلی بزرگ ببرم. برو بابا حاصله داریم. خیلی متشکرم، بی‌نهایت ممنونم. خیلی متشکرم خانم ها و آقایان، خوش آمدید. بعد مفتخرم که از جانب هیئت مدیره صندوق تعاون سالمندان که منافع این قرعه کشی به آن تعلق می‌گیرد، به شما و کلیه خریداران بلیط خیر مقدم عرض کنم. همچنین بنده از طرف هیئت مدیره جمعیت بزرگسالان از شرکت جنرال تشکر می‌کنم که بهترین وسایل خودشون رو برای قرعه کشی امروز در اختیار ما گذاشتن، یعنی عالی‌ترین محصولاتشون. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم بفرمایید اینجا. خواهش می‌کنم بفرمایید. شماره 1561 برنده یک دستگاه یخچال جنرال وستینگ هاوس. دو مرتبه تکرار می‌کنم، شماره 1561 برنده یک دستگاه یخچال جنرال وستینگ هاوس. اینجا تا آقا. آه بفرمایید. بفرمایید بالا. خواهش می‌کنم. بفرمایید. من بردم. خواهش می‌کنم بفرمایید بالا. من بردم. ببینم. آه درسته. این حواله یک دستگاه یخچال جنراله. مبارک آقا. متشکرم. خواهش می‌کنم. کجا بینشینم؟ فاینگ جنه داری قربان. یه دفعه عرض کردم بفهمید بار کن. اصلا می طرف بفهمید بالا. خواهش بکنم بفهمید. یه باری دیگه قربان. هوایی منه داشته باش. تبریک میگم. بفهمید. این حواله یک دستگاه اجاق گاز جنراله. خیلی بارم. شما ازدواج کردین؟ نه خیلی بارم. اوه پس حتما همین فردا بریم زن بگیرین، چون دیگه خیالتون از آشپزخونه کاملا راحت. ما با یه جت پیدا کنیم که بتونیم بلیطا رو نگاه کنیم. فکر جا رو نکافیه برای پورا را پشت در خروجی بود برید. تبریک میگم خانم، جایزه شما یک دستگاه رقصی جنراله که به شما تقدیم میکنم. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. خب حالا میریم سر جایزه بزرگ این قرعه کشی. این اتومبیل از طرف هیئت مدیره هدیه شده. بس 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 چه ماشینی. حالا دلم میخواد ببینم در بین شماها اون برنده خوشبخت کیه. منم قربان. من خندی میکنی قربان؟ من دروغ نمیگم. این جستریکی بنده از خریدم پیش پیش عکس نامزد منم روشه. نگاه کن جست. امیدوارم همینطور باشه آقای عزیز. آرزوی منم اینه که شما برنده بشین. میدونم که همه با اشتیاق زیاد منتظر این لحظه هستین. بفهمید شما. این شماره شانس خوشبخت‌ترین فرد این شهره. برنده این اتومبیل قشنگ شماره 2878. تکرار میکنم، شماره 2878. شنیدی؟ شماره 2878. آجان 2780 چند بود؟ 2780 واقعا بابا نمره حساب تو صفر. تو این چی یاد دیدی؟ من بیشتر تو بلدم که بیا ایره هست گیره شما بر 2880. آره بریت شماره 2878 برنده قشنگترین جایزه. برنده شما این بیا جلو. غیر ممکنه با من الهام شده بیلیت من باید پرنده باشه. خودت یاد اینا یکی آه
خوشبختم. منم اگه جای شما بودم از شوق این اتومبیل همینطور کله ملق می‌زدم. خب حالا خواهش می‌کنم خودتون رو معرفی کنید. من مسعود پاکدلم. آها. بلیتتو لطفاً ببینم. ببینم بلیتتو. ببینم 2878. درست درست خودشه. همینه. لطفاً تصدیقتون کنید. تصدیقتون کنید. بازی در نیاد. ببین مردم دارم به ریشت میخندم. بده من بیلیت رو. ببین اون اقش چی میگه. ببین چی کرده. آقا میگه بیلیت رو خوردم آجان. دیگه یار پولم میکنه دهن من جارو بیاره. بیلیت تو دهنته. آها جان دیبونه. مردش دادم. مردم. میدونین اون دروغ میگه. میخواست جلو مردم مسخره بازی تر بیاره. میگه بیلیت همو خوردم. ولی هم قیافش کاملا معلوم بود که آدم کلک و حفظبازیه. ولی من اون رو میشناسمش. اون آدم ساده و خوشقلبیه. تو این شهر همه به سادگی قبولش دارم. چی رو خوشقلبه؟ این حرفا چیه؟ نگاش کنین چطوری داره مسخره بازی در میاره اونا. نگاش کنین. رفیق شکم بونده ای تو. آیه مدیر زود باشی ماشین تحویل بنده بدیم. اصلا شما برپا اینا گوش نباید دیدیم. بفرما حالا میبینی که چطوری تحویلش میگیرم و سوار میشم از اینجا میرم. فهمیدی؟ شما سوار میشید اما سوار اولغ میشید قربان. بله چیز عجیبیه. راست میگه بلیت ایشون هم همون شماره برنده است. نه آقای مدیر اینطور نیست. آخه مگه میشه از یه شماره دو تا بلیت چاپ بشه؟ متاسفانه ممکنه که چاپخونه در شماره بندی اشتباه کرده باشه. به هر حال حق با هر دوی شما. لطفاً ساکت باشید. خواهش می‌کنم. سر صدا نکنید. خواهش می‌کنم ساکت باشید آقایون. آقایون بفرمایید بریم دفتر. اونجا مشکل شما رو حل می‌کنیم. اینجا جلو این همه آدم خوب نیست. دعوا ما رو نکنید. بیا آقا. بیا ماشین از سالن ببریم بیرون. ببرین تو خیابون. یالا. جان دست سر من بازه که برات او خول بزیره بذار کنار. ببین چی میگم. به ما چه کتابخونه اشتباه کرده. ما هر دو برنده هستیم و باید به هر کدوم یکی از این اتومبیلا بدن. آفرین رحمت به اون شیر پدرت. گل گفتی. من یه ماشین من الان تحویل من میدم. تو برو این ماشین برای خودت پیدا کن. تو چرا نمیخوای بفهمی من بهت چی میگم؟ من و تو باید با هم اعتراض کنیم که کلا سرمون نذارن. برای من چرا برام اعتراض بکنم؟ بنده که ماشین من الان گرفتم. تو برو اعتراض بکن کلا سرش من نذارن. فکرمی که بزنم مغزتو داغون کنم. شیطانه غلط میکند میگد. شیطان الان آمدیم گفت. تو چرا برفو گوش میدی قربان؟ دوستان عزیز حالا بیا این اختلافتون رو حل کنیم. چی میگی برای بنده با کسی اختلافی ندارم. ماشین ایست بردم ور میدارم میرم. جناب علی امر کاری دلتا میخواد بکنین. ولی آخه این ماشین مال هر دوی شما. چی مال هر دوی شماست؟ من اعتراض دارم آقای مدیر. این حرفا چیه؟ ما متاسفانه کاری نمیتونیم بکنیم. عجب بساتیه. همه کارتون کلک آقای مدیر. بفرمایید تعریف بنده چیه؟ چی کار باید کنم؟ میتونین برین از صاحب چاپخونه شکایت کنین. چی؟ برم شکایت کنم؟ راست میگه. برو شکایت کن. اگر کمکم خواستی بنده را خبر کن که بیام برای شما شهادت بدم. خداحافظ. چی رو خداحافظ؟ اصلا میدونی چه؟ همینطور که مدیر گفت بریم شرکتی ماشین رو به یه نفر بفروشید پولش نصف کنیم و بریم تهرون. ببینم مگه تو نمیخوای بیای تهران؟ خب آره بابا من اصلا بچه تهرونم. تونه تو اتفاقا اون چیه؟ همین سرای خانمم هم. همسایه دیوار به دیوار ما. من که من مرگ تو با اون آشنا هستی؟ آشنا چیه تو؟ من و اون مثل تو خواهر برادری. الهی من فدای اون خواهر قشنگ تو بشم.
خب باشم تعریف کن ببینم روزی چند دفعه هم دیگره میبینیم؟ روزی ده دفعه. اون مرتب میاد واسه گربهش گوش میگیره. منم واسه سگم استخون میگیرم. آخه سگ و گربای ما خیلی هم دیگر رو دوست دارن. الهی که من قربان اون گربه قشنگش برم. کاش من گربه بودم سریا جان، اون وقت من ناز میکرد. خب من دیگه رفتم قربون تو. کجا میخوای بری؟ مگه نمیخوای با هم بریم تهران؟ آخه تو که تصمیم نمیگیری. چرا؟ هر کاری که تو بگی من میکنم، با شرط این که رفتیم تهران هم منو به سریا جان معرفی بکنی. خیلی خب باشه. فعلا را بیفتریم ماشینو به یه مشتری آب کنیم تا بعد. گردن من خوش برید. حالا که پسر خوبی شدی و حاضر شدی پولار با هم نیست کنیم، منم تهران دست سریا رو میذارم این دسته. ببین چی دارم میگم، حالا که قراره بریم تهران پس تهران ماشین اینجا بفروشیم، میبریم همون تهران میفروشیم، پولشی میگیریم، راحتر از من میخرن یا قربان. آره راست میخرن تهران. ای حق باد. خیلی خب من حاضرم. پس بزن قد بزن قد از این بابت بندو جناب عالی یک روح این در دو تا جنازه. بس بس چه ماشین ساده چه رنگ قشنگ. بس 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 جل الخالی این ماشینی این هتله. خیلی خدا باری من رسید سرگه جره بیشنم این تو بریم گردش تیتایی. خدا فرمانه بگیم چه عالیه. بس 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 خوشش میاد آدم هم گیری دراز بکشی یه دفعه. ببین افت یه چیزای شرف برد مثلا چی؟ با جرون ریخته رو حد بخوایی بری تهران. آره خنگ خدا، آخه تو چون اینقدر نفهمی پسر؟ من میخوام سرش شیره بمالم که ماشینشو از چنگش درارم، فهمیدی؟ ای حقه تا از اون هفت خطای روزگار هستی ها. فعلا تو همینجا باش تا من برم یک کلکی سوار کنم و ماشین از زیر پاش بکشم بیرون بیارمش اینجا. ببینم همینجا باش. آره همینجا باش. باشه. تو چقدر با این ماشین اسپاز میکنی؟ ویلکم میگه بده. از اینجا تا تهران درست مثل یک ماشین شور مواظبتش میکنم که خلب اون نیفتد، فهمیدی یا نه؟ یه باش قربان، یه باش که سر بزن دردش میاد نوکرتم. حالا بکنم کجا باید برین؟ اول میریم خانه ما. خب که بنده چمدنهای منو وردارم. آخه وقتی میرم بشه سوره یه جان منو دلم میخواد این لباسه ای که پیش ممانی خلا با پس محکم بشین تا بریم. بریم بریم پناه بر خدا. ربط چه توقع باز آخرش به چش دست بیبرا باز چی کار بکنم. سب کنیم سب کنیم و عجله دارم. سلام علیکم رئیس. خب چیکار کردین؟ ماشین آوردین؟ نه رئیس، وسط با یارو ماشین رو برداشت و رفت تهران. یارو کیه؟ رفت تهران یعنی چه؟ آره رئیس با ماشین رفت تهران، خلاصه چلش زد. چرا وله بیتره؟ به شرافت تو قصبت نیکنه هم بیگاهم، من تقصیر اصلا نداشتم. پس تو رو گذاشته بودم که لولو سرخرمن باشی تن الوحش. آخه من چی کار کنم؟ سلام پهلوان قیصر. سلام دشت مشعور. بابون این دیگه که این دشت قیصر یک بزن محله من پسرخاله بنده ماست، بعد از منم رو گردن کلوفتی رو دست نداره جنج. چی؟ و این یه وطب قدش یک بزنه؟ باها نگاه به هیکلش نکن، به جان خودتا دستش بالا برده خود به خود میاد پایین سیکل نفر ملکی در میره. بله باق چیزایی ندیده. ببین دادش خیصر حواست جمع کن، برو مواظبش باش، نارون نزنه ماشین وارد رو بزنه بچه. ببینم اگه نالوتی پاسی کفتا و وار بکشه و برم کارش بشه جا. نه دادش خیصر کارش نساز، این کشتنی نیست، این فقط مواظبت شدنی. پس برو کارش انجام بده، من حواست دارم. برو ببینم آقا به شد سلامت کن. ما سلام کردیم قربون، شما متوجه نشدیم چه این تو؟ بله ما
میشه از شما خواهش کنم از تو منزل یه گیلاس آب خوردن واسه ما بیاریم؟ تو میگی اگه خیال کنی من پامو از ماشین پایین بذارم نمیذارم. کور خوندی. گشته که بکش میماره پد اگه تنت میخوره بگو خودم حسابه که برشم. نه تو بمیری. میخواستم ببینم استارت میزنه یا نه. نه استارت اگه روشن نشه خودم میرم پایین هولش میدم. من آمدم. هوایم دیر بیر نکردم نه بفرما این چمدان لباس اینم قابلنامه اینم آفتابه آفتابه دیگه بسه چی؟ آها چی؟ شاعر میفرماید در مسافرت دو چیز یادت نره اول نخود سوزن بعدش هم آفتابه اینم پتو برای داداش قیصرم مگه داداش قیصر بابا میان؟ البته سر این چه فرمایشید میفرمایید شاعر فرموده بند وای قیصر خان مثل سریش با هم دیگه چسبیدیم هر کجا که بریم با هم دیگه از سیم رد خورم نداره اگه تیه خویی میخوای برم پایین داره که نه بابا اختیار دارین این حرف باشیم چرا وایسدی؟ خب بچا همینجا پیشونین تا من برگردم میخوام یه تلفن به رفیقم بزنم که دل با پس من نباشه این سویچ هم با خودم میبرم که یه دفعه نپره بره تو چی به تو جوری بریشنیم پشت فرمان بعدشم داد میزنیده سره یه جان با فرما بالا الو الو کام بود تایی؟ خدا لعنتت کنه فسر دیدید به چه حال روزی برای انداختی؟ نه زنبور نگزیده رئیس حسابم رسیده همش به خاطر تو بود ناکس خب چی کار کنم نتونستم این پسره رو دکش کنم و ماشین رو بیارم نمیدونی چه جنس نخالهی داره اگه به تجم بیافتی تلافی همه رو سر تو در بیارم جای سالم نمیذارم تو بدنت پیدا بشه گوش کن من در اولین فرصت سر این پسره رو زیر آب میکنم و بر میگردم تو رئیس رو یه جوری رازیش کن اگه از وقت بیشنوی سایت هم این طرف ها پیدا نشه و جره مثل واشی قرازه اوراقت میکنه حالا که همچین شد وقتی ماشین رو فروختم زحمت رو باید میفرستم خاطر که هم باشی محمود آی محمود اگه کیریت بیارم میکشمت ای کوف اگه بایجه دیگر برر ایده مرم از چی کار میکنی؟ چیه کاری نکردم قربان تو برم داشتم یه قدر رانندگی را امتحان میکردم ببینم وقتی با سوریه جان هستم چجوری باید ماشین را برانم سویی چو از کجا بردی ها؟ برای چند دفعه بگویم روشن کردن ماشین برای بنده میساب و خوردنه وانگهی یک دانه سویچ دیگر در داخل داشبورد بود که من قبلا آن را کش رفته بودم حالا چرا رنگ رو پریده؟ چرا هول کردی؟ چرا رنگت پریده؟ ور پریده؟ خیلی ندیده هیچی تحصیم نکنه چفه بکنی یا یه بلایی سر خودت بیه بگیر بخوربان تو پسر خوب برم حالا فهمیدم که تو واقعا من دوست داری میدنی یا نه جونه کجه چرا دوست داری میخواد سهر بکنه که هوایی که این چیزی دوست داری مالا بکنی من باید تو درکت کنی فهمیدم کجا دختر؟ مگه بخوایی بریم محتاف طرف؟ آره پدر فردا جشن سالیانه هیپیا در نزدیکی تخت جمشید تشکیل میشه نماینده های تمام شهر رو شرکت میکنن منم باید فردا حتما اونجا باشم دختر مگه تو دیوونه شدی؟ چرا دست از این کارا بر نمیداری؟ چرا عوض این که به زندگی تحصیلیت برسی دنبال هیپی بازی و این مسخره بازی هستی؟ بابا جون، هیپی داری مسخره بازی نیست مکتب هیپی ها، مکتب صلح و صفا مکتب بوسه و گونه چشمم روشن دنیای بیخیدی ها و بیبند و باری ها دختر من تو رو سالها فرستادم فرنگ که آدم مفیدی برای جامعه بشی تو عوض درس و تحصیل مکتب هیپی رو برای من سوقات آوردی خلاصه من پدر تو هستم
و دستور میدم که دست از این کارات برداری. نه پدر، خواهش میکنم من از دنیای خودم جدا نکن. اصلا تو رو باید فرستاد دیوونه خونه. دیوونه خونه؟ راست میگی، ما همه دیوونه هستیم. دیوونه های عاقل. میدونی کامی، هیچ کس حرفای ما رو نمیفهمه. کامی دیگه کدوم خریه؟ او رئیس ما، معبود ما. فردا قراره همه بریم به دیدنه. بریم به دیدنش؟ همه تون غلط میکنین. اگه خودتو بکشی نمیذارم بری، میفهمی؟ پدر من باید برم، هیچ کس نمیتونه مانع رفتن من بشه. حتی من که پدرت هستم؟ بله، حتی شما که پدرم هستی. اصلا میدونی چیه؟ الان اینکتو پاره میکنم و داغشو به دلت میذارم. شما حق ندارین به دوستای من توهین کنی. توهین میکنم پدرت هم در میارم، دوستاتم ریز ریز میکنم میریزم توی جیر سیگاری. حالا که اینطور شد منم از این خونه لعنتی میرم. یه دقیقه دیگه هم اینجا بند نمیشم. خداحافظ پدر. برو برو برو، امیدوارم روزی با پای خودت برگردی و تار پشیمونی کنی. کار بیخبران نزدیک تخت جمشید دست راست جابه بین نقش رستم و تخت طاووس. به هر کجا سر بزنه،
دیگه اگه خدا بذار تمای ما به سر میاد آقا مسود ناتلود پولدار از این سفر میاد آقا محمود ناتلود پولدار از این سفر میاد 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 چی شده؟ چرا وایسادی قربان؟ نمیدونم بس که بنزین تموم کرد. یا گاو ما زهید اولا؟ ببینم، مای تو بنزین اینو ندیده بودی. با من چی مربوط است قربان؟ تقصیر اون است که ماشین را مفت مسلم بعدم میدن اما بنزین نمیریزن. یا الله زود باش برو پایین ببینم. برو پایین. نفهمیدم اگه من میدانستم که این بیساب اینجوری ها تحویل نمیگرفتم تا درست حسابی توی این بنزین بریزم. فهمیدی یا نه؟ میدونی فعلا خودت باید توی بنزین کار کنی. یعنی هولش بدی. چیکار کنم؟ من هولش بدم؟ چی میگی آیجی باید بنده را هول بده برو بابا بیا پایین ببینم بیا پایین لوس نکن خودت بیا هول بده من باید فرمونه داشته باشم تو مکانیکی بهتر بلدی چه گیری افتادی ما سلامتی شما تو تو چریچی تو ماشین باید تو آزاده را چریچ باشی تو رو پایین من میشینه پشت فرمون زود باش تو که پشت فرمون گام میشین دیگه آجا بیا 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 خودت بیا خودت بیا خودت بیا خودت بیا خودت بیا خودت بیا هول بگی دیگه بابا اون بیشم دستی تو بوده بکش درمایت بکش همون بیشم یه بریه بکش پایین یه بریه اینم یه بریه رو من دیوارم هول بگی نیکی که نون نخوزی هول بگی از نفس افتاد ای دای آخه من یه نفسم در آمد من دی نیستم آجان هر کاری بخوای بکنی بکنی من تنهایی که نمیتونم برای کلی این سر بلی دست آخه من مایش غلطی که دماتی شدی شدم اصلا از بیره بازی مرا رو بلده بریم از اینجا یلا زود باشی من خسته شدم دیگه سر من کش کن یلا سود باش این فرمو رو بده این بابا من نفسم باریت هول بگیم با جره خیلی مرده کدم، هل بگیم، هل بگیم خیلی خودی خور میزنه، هل بگیم، هل بگیم، هل بگیم، هل بگیم، هل بگیم، یه فشار دیگه، من نیفهم، من زور میزنیم، این چرا که هل بگیم، از ماشین بیاد پایین، خودش یه عالمه سنگینی داره تو راست میگی آجان، تو راست بگیم، من که دیگه دیز نفسم زور نداره میگم اول یه قد خستگی در بکنیم، باشه تایی زور بزنیم، قیصر، بیا پایین بیا پایین یه خستگی در بخونیم با صدایی باید هولش بدید شما تا این نفس شاشه کنیم منم تو ماشین به شاشه میزنم تو این بیو خیلی زحمت بکنم این شبم تا شب نخوابیدم شما بریم من میخوابم خب بهتره که اول یه قد به حسابا رسیدی بکنیم ببینیم چی شد مادر خرج شدنم برای ما درد سر بزرگی دارد خب ده تومن دادم به اون شاگرد قرمه کشی آها دو تومنم داده بودم خیار کمبر سبز خریدم که موجود است سه تومنم داده بودم چوسه فیل خریدم دو تومنم دادم ساندویچ خریدم دو تومن دیگرم یه چیز دیگه خریده بودم که همش خودم خوردم سه تومن دیگرم دادم آدم سلیسی خریدم که الان هست سه تومنم دادم دستمال کاغذی خریدم که جز سرمایه شرکت در داخل ماشین موجود است تازه 40 تومن باید پول بنزین بدی بدم از کجا بدم جیب بنده صورت جناب علی هم پاکتر از قربان بنده ده فلوس ملوس مکو نفهمیدم راست میگی تو بمیری ندارم مرگ تو ندارم تو بمیری ندارم خودت بمیری که مرغ ارزون بشه ای حرف دانتا بفهم از این بابا ده با مرگ تو پشت گوشی تا دیدی رنگ ماشینم دید ماشین ها برای سرمایی شرکت را بودو بودو ای امان کجا دارید میری دوره آخر زمانه ماشین بودون راننده رفت بودو برن نگاه میکنی بودو بگیره بودو برن جان خیصر بابا ماشین جان ماشین جان ماموش ماشین کجایی؟ ماشین جان خودش میره یکی بیاد به داده من بریشه من راننده که باید بودو آجم بودو بگیرش آقای گابا خواهش میکنم به این صدا من نه تحقیق دارم نه راننده برده ممکنه زیر تو کنم بودو آجم مباسه به گاباش نگرش نکنی بودو کنه ببینم بودو کنه آقا بگیرو این صحابه ماشین جلو بگیریم برر بودو وای صدا از اینجا میان برو بزن آجم بودو خدا جود الان دست آزاف میکنم آقا جان بودو قربانه تو بودو من سرایه جان وای ماشین باید
نبکنم بایستا بابا بایستا 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 شما بود تو زمان تو این خدا دینا افتده به جلالی الان میم بودن خوشا این بابا خوشا این ماشین اشوال آب شدم چیزی نموده که زهرم بشاره که بیمارفت و علاقب که یه جای وای میشونم میستبیلشو به زمین میکوبن شما چرا به ساعت من نرسیم اقلا میخواد این دور متشکیر بکشیم خدا زلیلت بکنی نیا کن چی بروز ماشین نزدیک من عبود نیا کن حالا اینقدر بر نزنیم حالا چی خواهی بسرما بریزم بین زور بدیم یالا زور بدیم اقلا اون جنازه رو بیار پایین خودش کلی سنگی بیار 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 یه غلی اینجا من مرده نگاه میکنه بیا کمک کن ای هرپن اون تو که فقط بلده حرف بزنی برو کنار بیده خودم حلش شده برو کنار چی بابا چی همی همون شما درشت رو بردین خودم پرشی حلش شده فرمون باز حواش که درم نترس 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 فرمانش دشت من از حل بوده حل بوده گفتین که کار نیست. ما باید همین تو دستی کنیم و پیشینیم. نمیدنم والا. او یه کامیان داری میاد. بوده جلوش بگیر. بوده والا بگیر. آقا نگه ده. گازیل ما تو ممشون. خیلیش من نگه ده گازیل ما بودیم. کامیانمون بنزینیه. باشد. بنزینم بودی کار ما را میفتد. بها. خوب شد نگفتم که با نفت کار میکنه. خلاص بنزین زیادی هم نداریم. خب بندیجی یه تفلک باش میکشیم. دنیا که با آخر نمیرسه. آخه شیلنج هم نداریم. بالای بارا. خب بگو شاجتت بیاره. راست میگه دیوربان تقی نفله ببین بنزین داری یه خود بیار بده به اینا جواد آقا یک کمیش این گالون هست ای قربان دستت همین باشه ای امقای سر بخون آفتابه رو بنده بیار آفتابه؟ بله آفتابه 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 بده منش جانم قربان دستت خدا الهی بنزین اون رو دیتو مم نکنه بی فشار بده قرنزم بچه بده بریزه همه که فشار بکرد ما که لیموی شیراز این فشار بوده یا پرتغال شما شاره بیفتیم خیلی ممنونم قربان هر مستن شما دست شما درد نکنه خیلی ممنون ایشاله پرسر خود اونیم کمکه خدا بی جلو بیم بنا سب کنم بینجینی بیم خدا کنه حالا با این یه خورده بتونیم خودمون رو به پمپ بنزین برسونیم. قصه‌ش نه خب با من هر چه تموم شد بازم میای پای خولش بگی. آخ ماما جان میشه. من که موتور یه عیبی پیدا کرده. خونه خراب شد جای موتور نیست. صدای کیتم محموده که در کشتگی کلش کلی میخونه. خیلی خب بهتر به یه جایی برسیم میریم یه پابندی حسابی میکنیم. با کدام پول؟ گدایی پول در که میگن ماش. هر کسی ما رو با این سر واز و ماشین میبینه خیال میکنه دماغ ما خیلی تو بوه. بفرما جلو جان ندارم گیوارد بوده بیاد آقا لوش دست بالا
گفتن دستا بالا، زود باشین پایین. یلا ماما چی کار کردی؟ اصلا نکنین، زود باشین پایین. ماسکارو بازی دارم ورده ایش اینجوری بودن. زودتر زودتر آمدیم سباب بکنیم کباب بفرمیم. باشی یلا باشت باشین دستا بالا. آقا مجم اصلا نکنین دستا بالا. یلا شش یلا تو بجم دست بالا. یلا آبا بودن نیچه نکن سنی برو رقم بایدون. بفرم اصلا نکن. اگه جونت اونو دوست دارین از جاتو تکو نخورین. نه اگر نه آتیش بکنم. آتیش تکو باید. پای ماشین رو برد. پای ماشین نازین اینی منو بردن. هره ماشین اینی به سرایی جانم هم برست دار. دیدی ناکو هم شده. بخشی بابا تو چه چشمت با دختر افتاد آواز لکل اوچه اینجا نمالی رفته زیر به زیر و ترمون ماشین ما پر دستمون را نه ترسی اول داخل نیم کتپل بنزین دارد همین پاس پوشتا اینه میذارد بله خدا از دست این مردم فعلا بیا بریم به یه آبادی برسیم به ژاندارمری اطلاع بدیم نفهم بگم پیاده بریم نخه بفرما سوای بنده شد هرچی که باید پیاده بریم یاد یه آبیا خلاصه خیلی خیت کاشتی نه بودا گرسنگی چی بکنه من دارم ما رو پرم برسیم به پاسگاه ژاندارمری خواهش می‌کنم خانم جان خودم ما دوزده هستیم با ما رم خوب بفرمایید سوال چی کن جان خدا یه در ماشین نگاه کن جان اینه ماشین چشمانی آقا خانم جان دو نفر آدم با پدر مادر برای ما هفته دیگه شده ماشین ما رو برده حالا چایی نه پنیش آره سفر دست کشم برو شما بفرمه بره برو 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 اول بجا من سفر بشم من واجب سفر آب سالسده ایسه معمول مکانیکی خیلی خوبیه و ساعت درست میکنه اول باید این دوزده رو پیدا کنم کدوم دوزده؟ همون که خوبی قیافه های که ماشین ما رو چونکی کن معمول چیزی میبینی؟ ها؟ نه بره نه اینجا چیزی نیست هیچ خبر نیست آقا هیچ معمول چون قد بدی برو من قدر نخوردی جنم من آخه مشارش بدی بگی محمود کجای محمود؟ اینجا اونجا کجاست؟ اونجا چیکار میکنی؟ جواب بده محمود برای من زمین خوردم بیاده بیه پسر مگه زبان شو ماشین من ماشین من رو پیدا کردم میرم دم 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 میرم رم ماشین جان من رو پیدا کردم دوزده نصیب کادون زده بود نمیدونست با کیا طرفه نگفتم این ماشین من بنزین ندارد بالاخره دوزده نامرده پیره میذارد نان قربانه چون برم حالا باقی جایی بنده چی کرده بکنیم؟ بنده تو اگه خانم خواهش میکنیم یه خود بنزین به ما بسول کنه آها راست میده اون که تو ماشینش بنزین داره خب بفرما بگو حالا آها خانم خیلی ببخشینا شما باید یه خود بنزین به ما بدین شما بنزین نداریم شما بنزین نداریم من که اصلا موتور ندارم شما همه رو در به داخل نداریم ناراحت نباشی محمود مکانیکی خوبیه تا فردا واسه تون درست میکنه من تو اصل باید
جلسه هیپیا شرکت کنم. خیلی مرک ببینم جلسه هیپیادی که چیه. من که میدنم سغیر مرمو هیپیم. اصلا بسر آدرسشم گم کردم، ماشینم من که خراب شده. اگه خودمو به موقع نرسونم محاکمه و مجازات میشم. حسن خود ما هر جا که بخوایی میبریم، به شرط که بنزینت رو خالی کنی تو ماشین ما. ببینم شیلنگ داری؟ آره تو صندوق ماشینه. آی بچه ها شیلنگ رو بردارین بیارین. باید بسیم باید بنزینه بکشون بزنیم تو ماشین ما. ماشین یه که بید قوطیه مگز فرانه. اینم شیلنگ. این چیه؟ آی پسر آفتابه رو بردار بیار بیارین بودو. آی پسر نگفتم بالاخره آفتابه پسر که ما میخوایه بودو. اونم آفتابه نه خیره این میسید اصلا خوشک نه اصلا بیشتر خوشکه. که تو میخوایی تو خلاصی میشه قلب مقبول کنی. آش رو حفظی میشه نه نه حفظی. آی سنگی تو من یواش مزدور تام خیلی خوب بجره ده. راستی نگفتیم چطور شما تنها مسافرت میکنیم؟ گفتم که دارم کجا میرم، باید به سایر هیپیا ملحق بشم. پدرتون هم خبر داره؟ آره ولی چون مخالف این کاراست ازش قهر کردم، از خونه اومدم بیرون. راستش من که سر از کار این هیپی بازی ها در نمیارم. شما فکر میکنه این کارا خوبه؟ معلومه که خوبه. دنیای ما با دنیای شما فرق میکنه. اصلا تو دنیای ما از این بیرنگی ها و از این نیرنگ ها خبری نیست. وقتی از خودمون بی خود میشیم نمیدونی چه عالمی رو میبینیم. عالم هفارو؟ نفهمیدم چطور از خود بی خود میشیم؟ واضح تر بگو. نمیتونم برات بگم، تا کسی تو اون حالت قرار نگیره لذت اونا رو نمیفهمه. اما به نظر من حیفه که دختری مثل شما قاطی دار دسته هیپیا بشه. این اندام، اون چشما، اون خنده ها، اون اخما، هر کدومشون یه دنیا لطف و زیبایی دارن. واسه چند وقتی که رفتی جزه هیپیا؟ اما نزدیک 6 ماهه. این اولین جلسه سالیانه است که تو شرکت میکنم. گفتی جلسه کجا تشکیل میشه؟ تو یکی از این کوها. آخه این جلسه تقریبا مخفیانه. والا من اگه جای تو بودم عوض همه این جنگولک بازی ها به حرف پدرم گوش میدادم. مسلما اون بعد دخترش رو نمیخواد. حالا بابات کجا؟ تهرون. تو خونم. معذرت میخوام آقای کالگا، آخه کدوم پدریه که بعد دخترش رو بخواد؟ من همیشه اونو نصیحت کردم، راه خوبه بعد جلو پاش گذاشتم، اما متاسفانه نشد که نشد. آقای محترم، ما تمام جریانو میدونیم و از محلهایی که این گونه جوانها اجتماع خودشونو در اونجا تشکیل میدن مطلع هستیم. فقط شما باید به نام یک پدر به ما کمک کنید تا بتونیم اونا رو نجات بدیم. من حاضرم آقای کاراگا، شما با این عملتون خدمت بزرگی رو به جوانهای گمراه مردم میکنید. گفتیم که دختر شما دیروز صبح از خونه بیرون رفته؟ بله بله آقای کاراگا، اینطور که میگفت رفته تا به سایر دوستاش ملحق بشه. از محلی که جمع میشن چیزی به شما نگفت؟ چرا چرا، مثل این که گفته در یکی از کوههای شیراز نزدیکی های تخت جمشید قربان. اون چه که مسلمه بالاخره ما اونا رو پیدا میکنیم، ولی اگه شما بتونین نشونی دقیقش رو به ما بدین زودتر به نتیجه میرسیم. راستی دیروز صبح که دخترم میرفت کاغذی از چمدون اون افتاد، مثل این که اینجا گذاشتمش، همینجا زیر تلفن بود. بله بله یادم افتاد، همینجا گذاشتم. اینهاش پیداش کردم، امیدوارم به دردتون بخوره. خودشه، ما دنبال همین میگشتیم. نشونی محلیه که هیپیا اونجا جمع میشن. خیلی ازتون متشکرم. امیدوارم کاری کنیم که ریشه این کارا کنده بشه. ما امیدواریم که روزی دخترتون از کرده خودش پشیمون بشه و از این منجلاب به منزل شما برگرده. متشکرم آقای کارگا. پس شما الان حرکت میکنیم؟ بله بله همین اصلاه، باید سر به زنگاه به دامشون بندازیم. فعلا خداحافظ شما. خداحافظ. باشید به نتیجه موفق باشیم. شما قاچاقچی هستی؟ خدا نکنه. ما قاچاقچیگری؟ ما قمار میکنیم و پول مردم رو میبریم. برگ میزنیم. ممکن رو زودتر نگفتین، اگه میدونستم اصلا یه قدم هم باهاتون ور نمیداشتم. کجاستید خانم؟ خواهش میکنم بشینید. دستم رو ول کنید، دیگه یه دقیقه نمیخوام بین شما گرگا بمونم. گوشتون ببین چی میگم. من خودم هم از کارهای خودم پشیمونم. همیشه دنبال فرصت میگشتم تا بتونم از این دام نجات پیدا کنم. تصمیم گرفتم در اولین فرصت از دست اونا فرار کنم. یعنی میخواییم بگیم به کلی دست از قمار کشیدیم؟ آره. من که باور نمی کنم. باور کن چیزی، من از وقتی محمود رو دیدم و به اخلاقش پی بردم و دیدم چقدر ساده و بی آلایشه، فهمیدم که زندگی چیز دیگه.
به کلی عوض شدم. من و محمود با هم یه ماشین تو پارکشی بردیم، حالا هم داریم میریم تهران دیدن سرعیه بهشتی. چی؟ سرعیه بهشتی؟ آره، این محمود دوست من عاشق سرعیه، میخواد بره اونو ببینه. حالا کجا رفته؟ چقدر دیر کردم، به نظرم نتونستم ماشین رو روشن کنم. با خیالتون کاملا راحت باشه، تو تمام ایران لنگه اون مکانیک نداریم، هر ماشین قراضه‌ای رو که دستش بدیم درستش میکنه، اصلا موتورم نداشته باشه راش میندازه. نو بچه بگر خاندنش گیرفته. تو راستی گفتی مکانیکی خیلی عالیه. بیا به هورم نمیاد. سلام. خلاصه خانم جان این ماشینی میبینین اولم از او بیتره. آفتاب سرسی لنز پیستون شغل دست زنگ دست کمپلی دست بین رفته، باید بری تهران بخری بیاری درست کنی، از اینجا تکم بدی داغنه. بله خب، همینجا بذاریم تحویل قهوه چیش میدیم تا بیاییم درستش کنیم. بله خب. آها قهوه چی؟ بله قربان، یه سیکرد چایی سنگ بله دیم. گوش رو بدر، این ماشین اینجا باشه تا بریم اساس یدکیشو بیاریم، یه پولی هم بیاریم. بچه هایت شما خواهده اون جمع جمع باشه. بیا این زودتر بریم دیگه، جلسه شروع میشه. آخر دیگه خانم جان تو بیگه دیم میگی ادرس این دیپادره رم بلد نیست دیگه جمع. من اینجا ها باید باشه، حالا فعلا سوار چون بریم. بیا بالا صغیر، بیا برو بالا بینا. یلا بپرده نظرم همین جاها باشه. ببین چقدر رو بی خودی رفتی، گفتم بین تخت طاووس و تخت جمشید. آخه چیزی خانم جان، این خانه خرابا آدرس ندارن که کجا گم میشه. چرا؟ من آدرسشو گم کردم، اما مثل اینکه اینجاست. گفتم سر راه قهوه خونه کوچیک که بعد میره روی خدا پادرت بیا مردین یا تو این جاده سر هر کوره را یه دونه قهوه خانه هست، اینکه آدرس نشون جان. چرا همینجاست؟ تو بیشتر سر راست بیشتر سر راست مگه پیچش گرفت. شما اینجا چند تا آدم رو ندیدی؟ والا آدم که ندیدم، اما چند تا از اون خلوه ازایی دیدم که میرفت بالا. خودشه، بگرنه آدم آقا از اینجا بلا میشه بلای کوچه رسه دشیل بوده؟ از هم اینجا بریم بالا بفیدیم پشت اون کنی، یه قار بزرگ جب به نظرم که رفتن اون پشت مستا. خیلی ممنون خدا عذاب و چیز بیارم. بایی بالا هم بیارم نکر، ایچگل اینجا هم کن من میخواییم باید. به نظرم که اینا از همون دیوانه هان عجب کاسری ما پیدا کردیم، از صبح تا حالا شدیم آدم راهنمایی. این اونجا یه باش، بابا چه باش، رفتیم تا این دره ها، هوا چه جم بخوریم. هوا این مده، یه رو خط خون میکرین. همینجا یه شلاخه. یه باش، ماره نخورم، با چی میخواستی؟ غار همینه دیگه قربان. آها باید Thank you.
جشن افتخار آمیز و پرشور ما خوش آمدید. خوشحالم که میبینم جوانهای عزیزی مثل شما از جامعهشون فاصله گرفتن و به جرگه هیپیا در اومدن. حضور شما در این مجلس نشون میده که طبقه جوان چقدر به گوشه‌گیری و انزوا علاقه منده و از جنجال و آشوب بیزاره. و حالا تون باید برنامه های مختلف جشن سالیانمونو اجرا کنیم. ابتدا شروع به حاضر غائب می کنیم. منشی مخدود منصور پشمک نجازی پوی شیراز، اینجام خاکو محمد بیتیل مشهور به ممل پوی اصفهان. حاضرست ایپوی مسعد آقای میکی جبله. حاضرم بقل دستون بایستدم بکرم. مریحه بی آزار معروف به ایپوی قدمی بلم جان حاضرست ایپوی رشت تقی خط خط خطی قایده. مگه مرض داریده؟ خوش داری خوشی که همشهری جا بگنی؟ اقید باید وقت تقی خط خطی که ایسی من محمود میخانی که ایدی نداره بشتری نفهمه شما قریبه هستی. ایپوی رشت رو جواب ندام. حاضره اینجا. بابا که دروغ میگه. من نمیم برای من چی کارم؟ وای ای پوی رش یا جلو ببینم. یالا پاشو برو. اینو معلن آبروم میری. اصلا تو آبرو داری؟ آره که داره. پاشو برو دیگه پاشو احضارت فرمیدم. حالت کردن این ظرفار بودن من اونی که میگیرم. بابا برو دیگه دیری هم. برو یالا. هوایی من داشته باشی نه. خیلی خوب برو. بولی من هوا چه جاره. بولی بیشاخه تو میگیره برو. ای پوی رش تو هستی؟ بالا قربان مگه من چیمه؟ خیلی هم دلتن فقط قربان.
او خیلی این برم چرا ریشاتو تراشیدی؟ من هر روز تو عادت دارم ریش من از ته میزنم با این تیغایی که هر روز هی میتراشه هی میخراشه هی میتراشه هی میخراشه هی میتراشه تو با این کارات به جامعه ما اهانت کردی. مگه چه عیبی دارد قربان؟ بذارین یکیشون بدون ریش باشه دیگه قربان. مگه چه عیبه؟ آسمان سولاخ شد و فقط ایپوی ریشتر آمده با این بزرگ. نه بیچاره ایپی بی ریش مثل بزه گر میمونه. وقتی بیفته تو گله همه رو مثل خودش میشه. قربان قربان این دو نفرم غریبه هستن. با اون اومدن اینجا. غریبه با بیتاشه. ای خیانتکارای فاسد الریش، شما ها غریبه هستین. ورودتون به جمع ما باعث ننگه. چی به ننگه؟ الان همه شما رو مجازات میکنم. نه هیچ کس حق نداره به اونا آسیبی برسونه. اونا مهمونای من هستن. اینا برای رسوندن من به اینجا از خودشون فداکاری نشون دادن. اینا برای خبر چینی اومدن اینجا. باید حقشون رو کف دستشون گذاشت. یعنی تو بسر نه، این رسم مهمون نوازی نیست. شما که خودتون رو طرفدار صلح و صفا میدونید، چرا با مهمون اینطور با خشونت رفتار میکنید؟ همه شخصید توه. تو این غریبه ها رو به مجلس ما آوردی. اول خودتو تنبیه میکنم، بعد به حساب اونا میرسم. سلام حاضر قربان. دست نگه داریم. هر کسی از جاش کن بخوره سر و کارش با این شلاقه. فهمیدی چی گفتن؟ قیصر من حاضرم قربان. محمود صدق خفکون حاضر قربان. شما همه تون دیبونه این یه مشهد مایی لش و بیکار و بیمصب داره هم جمع شدین؟ مثل کرم داره هم بول میخوریم. بله مثل کرم خاکی. به جای اینکه نیروی جوانی خودتون رو صرف کارهای اجتماعی بکنین، اومدین اینجا برای خودتون جهنم درست کردین. قید تمام قوانین اجتماعی رو زدین و برای خودتون این دنیا رو درست کردین که توش به جز بدبختی چیز دیگه نیست. خلاصه بهتون بگم، اگر خیال دارین که ما رو ناراحت کنین، بیاین جلو تا حالیتون بکنم. چرا معطلین احمقای بیشور؟ چرا شونو خفه کنین؟ جل نمیدم چرا معطلین؟ آقای رئیس، ما که هر دعوا نیستیم. بذار هر چی دلش میخواد بگه. یلا زود باشین از این دخمه فساد بریم بیرون. بهت نیست کردم هوای آزاده بذاره بیاد اینجا. مرد نبود بیاد جلو. هم پشمان هم ریشان. ما که رفتیم، اما دعا کنیم خداوند یه قدر عقل تو این کلی کلوی شما بپیره. وای وای از دست این مردم. چرا اینا حرفای ما رو نمی فهمن؟ چرا اینا ما رو درک نمی کنن؟ قربانی، آره بی خودی خونه جونو به جوش میاریم. بیا یه سیگاری بکشیم، یه جودی بزنیم که های جون جا بیاد. بله، این خودی بیاریم. بکشی نیست با افکینا اومدم. ازتون متشکرم که منو نجات دادید. اختیار داری خانم، این حرفا چه وظیفه من بود؟ میدونی مسعود، من سالها تو فرنگ بودم. از این هیپی ها اونجا زیاد دیدم. فکر میکردم جوانای هیپی هم برای خودشون هدفی دارن. خب وقتی برگشتم تصمیم گرفتم به جرگه اونا داخل بشم، ولی خوب شد زود به اشتباه خودم پی بردم. آقای لیلی مجنون، بی خودی ما رو اونجا تنها میذاری با همین در میذاری ریش پاشی ما رو بخوره. نه قربان بابا بگی اسپازیشن رو بخونی. یواش تو تا تاوش نمی خراب شده. برو بالا ببینم جنب کن. همیشه بدر مزای منه. چای دومم بیارم. پناه بر خدا، اینا دیگه کیان که اومدن؟ ببینم یه عده جوون این طرفا ندیدی؟ چرا بابا، از صبح تا حالا 100 نفر اومدن از همین راه یه راه رفتن بالا. هر کار به همه بگی بیان اینجا.
ماشین همه چیزش خوبه، فقط یه خورده موتورش خراب شده، گیربکسش هم باید تعمیر بشه، دیفرنسیالش هم صدا میکنه، البته کلاچش هم عوض بشه خیلی بهتره. بس یه دفعه بفرما شبای جمعه قش میکنه دی تو تمام مرزای دنیا رو گذاشتی سر ماشین حساب و بنده گمر بند حالا سر تا آخر تو بزن چم میخری ما رو خلاص کن. حالا بفرمایید تو یه چای با هم دیگه بعدم با هم صحبت میکنیم. بفرمایید تو خواهش میکنم. بفرمایید شما بفرمایید شما نوازم متعلق به خودتونه. خواهش میکنم بفرمایید. یه قیصر مواظب باش از اساس کتمزی نبره دل دوست فراوانه چی بپایه مگه ما اینکه تو غالف یا کتابی باید به کایش دیگه خویو بفرمایید داشتید خواهش میکنم بفرمایید آیز نصد دو چای تمیز داده بیار ببینم والا این ماشین خلاصه سلون 15,000 تومان میخریم که 500 تومان ما توش ببریم دیگه چی گفتی 15,000 تومان بابا رحمت به اون این دیگه نداری تکسیبار بین قیمت نمیداره برو پی کاره تو آخه این با ماشینه دیگه خیلی فرق داره سفارشی ساختنش گرام داره رادیو داره ببین داداش خلاصه کلوم آخرش بگیم 25,000 تومن کمترم نمیدیم تمام شد 25,000 تومن تو نمیدی این بیمیره به جان 12 تا بچه هم بیشتر از این نمیارده که نمیارده ببینم گفتی به جان 12 تا بچه نکنه خدایی نکده تو از خانواده خرسی مرسی ببین خلاصه معطلتون نکنم رفقا 20 تومن از ما بگیرین بگین خدا برکت داده چون میخوام معامله همون بشه خدا برکت داده باشه داداش خیرشو ببینیم اما به شرط که نقد باشه کنم این نقده بفرمین اینم 20,000 تومن سند ماشین رو رد کنید بفرمین اینم سند متشکرم جانم بفرمایید این قولنامه رو امضا کنید آره جانم امضا کنید خیلی بکنم آها سلام تو آره هر روز امضا کنید بدید بم بعدن کارهای مسئله خودم به تنهایی انجام میدم حالا بفرمایید ببینم پول باید به چی بدم آقایون فرقی نمیکنه آها بفرمایید بدینش بهم فرقی نمیکنه شما بفرمایید نه جانم بفرما بده اون نمیخواید شما بفرمایید بابا بهت گفتم که فرقی نمیکنه شما بفرمایید تو نمیشد بده اون شما بفرمایید ای بابا میذارم تو سیبه بازم دیگه بابا 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 من آدم شریفیه کی از ابی بلال میخوای ماهی بگیری نه اولا چقدر تو حقا بازیه برو پاشه ای بابا آهای مرسی بی زمد اون ماشین از اون جلو بیار پشت فروشگاه آره جونم پشت فروشگاه اما تو بگی نوشو جانه نه مامون همش مال خودته من نمیتونم با جان همسر آینده هم نمیشد باید بگیری ما هر دو برنده شدیم گوش کن مامون این حق توه من تو قره کشی تقلب کرده بودم چی؟ تقلب کرده بودی؟ آره بلیت من تقلبی بود برنده حقیقی تو بودی نه من ای حق باز متقلب پس چرا زودتر نگفتی ها؟ مامون تو رد خوب خود رد هستی که من دلم نیومد به تو نارو بزنم پس اگه اینجوریه چرا ماشین رو بفروشی؟ بیا با هم دست بگیم از حالا در زندگی با هم شریک باشیم بریم ماشین هم پس بگیریم اگه تو دوست داری اشکالی نداره زود دست بریم که سیسی اون درست بریم حضرت خوابا پشیمون شدیم بیا پول تو بگیره ماشین ما رو پس بگی پس بده باشه میدم اما به قیمت روز یعنی که مگه اون موقعی که ماشین خریدی شب بود مگه منظورم اینه که چون شما هستین 22,000 تومن مغزو بهتون میدم ما که اینجا بیکار نیستیم اقلا ما یکی استفاده ببریم اینجا نمیشه آخه مرد اصابی تو جن دوازت بچه ده قسم خودی گفتی 500 تومن استفاده میخوام حالا که میخوای 2,000 تومن بکشی روش قربان تو برم آخه آخه ماشین وقتی کانه روش کشیده بشه کلی میفته روش بابا جا بابا من از صبح تلت ده روی این کانه کشی باید 10,000 تومن بدی خلاصه همینه که گفتم این خواهی بخواهی 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 اذیت نکن یه پول تو پس دیگه شما رو بده میخواییم بریم اذیت چیه برای داره من 2,000 تومن بالا بده ببرش دیگه خواهی بخواهی بیا من تو زلت کن بیا بریم نه بابا خودم تنهایی عریفشم ماشین عزیز من که دلم نمیاد تو تنها بیزارم برم همش تقصیر این یارو بی پدر خیلی باید منو ببخشی خدا حافظ خدا حافظ سرس تو به تو برم این یارو دیوونه است داره با ماشین حرف میزنه گل نشا آهای آهای جلسه بگیری ماشین چه نشه جلسه بگیری شجن شجن قرن این یا جن و یا پری خدایا منو 12 تا بچه‌مو حفظ کن ماشین نگفتم این ماشین منو تنها نمیذاره بالاخره احمد یالا سوار بشین ببینم یالا بیا داداش بیا داداش ما این ماشین رو نخواستیم این سندش پول ما رو رد کنیم نه جان فایده ندارد ما ماشین را با قیمت روز میفروشیم جان شاکرتم نوکرتم هر قیمتی که میخوای حساب کن این ماشین عین کفتر جز میمونه 1,000 تومنش هم ندی باقی پول ما رد کنیم بیا با من بده با دست تو بکشه بیا ما باش خور نیستیم پسر ولی مشتری تو باشتن خدا الهی خیلی از دبا ببینم
عجب فلک بودی ها. خب مسعود جان اینم تهران. حالا قولی ده که به من دادی باید به قولت وفا کنی. گفتی سریا بهشتی رو میشناسی، کلک بزن که با من آشنا بشدی. بیا بشین بابا، بهت رو گفتم. ای نالوتی، پس اون استخانه‌ای را که برای سگت میگرفتی همش کلک بود و قباز؟ آره، میخواستم با این حقوقت تنگ رئیسمون فرار کنم بیام تهران. بابا تو چه اتفاد کلک اوما نمیدونیسی؟ خدا خانه تو خراب بکنه که خانه دیل مرا خراب کنه. حالا که اینطوری شد اما خودم تنهایی میرم پیدا شد. کجا بیا بشین. باده باره. اینقدر جوش نزن. باده باره. صبر کن. اول میریم منظره سیسی. دستشو بذاریم تو دست پدرش. بعد فردا صبح میریم سراغ سریا. باشد. مگی رفت. این درستم آخرش این دختره با این کاراش هم باعث بدبختی خودش و هم باعث آبروریزی من میشه. نه پدر، اشتباه میکنی. من باعث آبروریزی شما نشدم. دخترم چطور شد که اومدی؟ من برا تو خیلی نگران بودم. پدر، آشنایی با این دو جوان منو از یه سقوط حتمی نجات داد و اگه این دو سه جوان نبودن منم مثل سایرین. میدونم دخترم، میدونم تو هم مثل سایرین به چنگ مامورین افتاده بودی، اینو میدونم. بابا جون، مسعود و محمود رو به شما معرفی میکنم. خیلی خوشبختم آقا جون. بفرمایید، خواهش میکنم، اینجا منزل خودتونه. بفرمایید بشینید. خواهش میکنم بفرمایید. خوب شد که دختر منو از این مهلکه نجات دادین. والا در حقیقت تصادف بود که ما با سیسی خانم برخورد کردیم. به هر صورت باید از شما تشکر بکنم. بله. والا در این قسمت باید از سریا جان بیشی تشکر بکنیم، چون اون باعث شد که ما از اونجا بیاییم برای تهران و در وسط را با دختر جناب علی آشنا باشیم. سریا بهشتی؟ بله. سریا بهشتی دیگه چیه؟ اونم هیپیه؟ نه بابا، هیپی چیه؟ خدا نکنه اون هیپی باشد. اون هنر پیشه است بدش باشه. آها، همون خوشگل توپل موپوله رو میگی ها؟ اینه بابا. آخه قربان، اون دوست ما خیلی به سریا بهشتی علاقه مند بود. مثلا همین خاطرم از محل کارش بلند شده اومده تهران که بلکه بتونه اونو ببینه. سب کن ببینم، من توی سینما چیا یه دوست دارم، شاید اون بتونه در این مورد به ما کمک بکنه. سب کنین الان درست میکنم بچه ها. همین از ساعه عجب فلری داریم. گرمانت میگی بچه هم نیستی که داره درست میکنم. مرحال آقا، خیلی از لطفتون متشکرم. اشکالی نداره. این در مقابل کاری که شما برای بازگشت دختر من کردین هیچ چی نیست. نه خیر نیست. از ساعت تلفنی باهاش تماس میگیرم و قرارشو باهاش میذارم که بتونین اونو ببینین. از یک خودر شنگون منگونی داری یا ما خدا به شما عوض بود. همینطوری که شما باعث شدین دست سریا جان منو بیزن تو دست منا، امیدوارم به خداوند دست شما رو بیزنه تو دست جناب ایزرائیل. چی گفت بابا؟ دست دختر شما رو بیزنه تو دست یک جوانه ایدئال ترگولی مثل جناب مستر. من مستر بخوبوک بیزنم دست یک جوان ترگول برگولی دیگه قربان. فهمیدی محکم میگیش. بفرمی تلفن. بفرمی نقش جهان وحدت هستم. سلام وحدت جان، قربون تو، من اسکندر زنده دل هستم. سلام اسکندر خان، حال شما چطوره؟ چه عجب یادمو کردین. والا جریانی پیش اومده که ناچار شدم تلفنی با شما تماس بگیرم. هر کاری دارین بفرمایید. میدونی که همیشه از ارادتمندان بودم و هستم. میخواستم ببینم تو میدونی این سریا خانوم بهشتی تو پل مپله این روزا تو کدوم یکی از این فیلم ما بازی میکنه؟ اتفاقا همین فرده یه صحنه جالبش تو استودیو خودم فیلم برداری میکنم، اما فیلم خودم نیستا، فیلم یکی دیگه. گفتی تو استودیوی شما بازی میکنه؟ میخواستم بگم اگر ممکنه ازت خواهش کنم موقع فیلم برداری از این صحنه دو نفر از دوستان بسیار عزیز من برای تماشا به استودیوی شما بیان و از نزدیک فیلم برداری از سریا خانم مامانی رو ببینن. اشکال نداره، بفهم فردا ساعت ده بیان اینجا، دستور میدم ببرندشون صحنه‌های فیلم برداری تماشا بکنن. خداحافظ شما. تلفن رو ببرید. خب شروع کنیم. Oh,
نه 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 نشد سرعی خانم جان نشد. اجازه بده من بیام بهت بگم. آره جانم ببین، باید همشین با کرشمه با ناز و اطفار بیشتری با نگاه بکنی. خلاصه باید یه طوری با اون نگاه کنی که همه خیال کنن تو مفتون و شیفته اون هستی. فهمیدی؟ بله باری کل دختر خوشگل آفرین. لطفا نوار برگردون از سر بذار. از اول شروع موزیک. از اول شروع موزیک. خواهش میکنم خیلی آهسته و بی سر و صدا را بیاید، چون کارگردان این فیلم خیلی آدم عصبیه. آهسته دنبال من بیاید. یواش. خیلی خوب، همه حاضرن؟ نوار حاضره؟ بله آقا حاضره. دوربین حاضره؟ حاضرم. ساکت شروع. آقا چند نفر که آقای وحدت گفته بودن اومد. بسیار خوب بسیار خوب. بفرمید بفرمید خانم سرایی، شما بفرمید اینجا. بفرمید آقای کارگردان اجازه ده من که شما رو معرفی کنم. خواهش می‌کنم بفرمید. خواهش می‌کنم. معمول گرفتش دریوری نگیرد. سلام استاجم. سلام. سلام. معرفی میکنم خانم سرعیا بهشتی، استاد افلاطون کارگردان است. خوشبختم خانم. انجام خوشبختم. بدای شما یه یعنی چه؟ چرا همچین شد؟
آمبولانس خبر کنید، دکتر خبر کنید. خانم این آقا یک قضیه است. خیلی تحت تاثیر قرار گرفته. تحت تاثیر چی؟ تحت تاثیر محیط اینجا و خب بعضی چیزای دیگه. بعضی چیزای دیگه یعنی چی؟ مقصودتون رو نمیفهمم خانم. آخه میرین آقای کارگردانتون. خیلی جالبم. مگه مسخره بازی اینجا؟ بابا چرا استخون لاجک میزنید؟ راستی که با آقای کارگردان بگین قرد بود این رفیق ما محموده که از هواخواهان خانوم سریا بهشتیه. هر فیلمی که از این خانوم نشون بدن ها مشتری هر سال هر روز هر هفته اینه. هزار مرتبه فیلمو تماشا میکنه. خلاصه هر چی راجع به علاقش به این خانوم بگم کم گفتم. بله و برای ملاقات ایشون با هزار امید از شیراز به تهران اومده و حالا هم اینقدر تحت تاثیر قرار گرفته که بیچاره به این روز افتاده. ایوا ایوا پس چرا زودتر نگفتی؟ پاشو جونم بایاتی فنافذیر شماست. پاشو عزیزم پاشو مامی اینقدر خودتو ناراحت نکن. اسم این آقا چی؟ محمودی. پاشو محمود جون پاشو جونم پاشو دیگه. ایچه آخه من به هنر و هنرمندان خیلی علاقه دارم، مخصوصا به شما و اون ادا اطفار شما. او خدا خدا اینجوری حرف نزنیم خجالت میکنیم. او خونم دست به خودم نیست. محمود خودش یه پا آواز خونه یه پا آشیسته. آره معلومه حالا که رول خودش خیلی خوب بازی کرده. با اجازه شما آمد یه مرخص میشیم و میری. نه کجا، یه قسمت دیگه از فیلم برداری مونده، حتما باید اونو تماشا کنیم. خیلی جالبه. بعد از فیلم برداری هم از همه شما ها دعوت میکنم که امروز نهار رو با هم بخوریم. همه مهمون من این میشه لو کباب. افتخار من میخواد نهار باشه که امروز تمام وقتمون تلف شد. همین طریق های خودشون حاضرن؟ همچی که میخوایم شروع کنیم هاتون لنجی داری. خانم شما تو سر حاضر باشید. خانم سرایی شما تو سر لباستون عوض بکنید. شما هم حاضرید؟ یه دقیقه صبر کنید. صبر کنید یه دفعه نشد که شما حاضر باشید. نوار حاضره؟ بله حاضره. خیلی خوب شروع کنید. حرکت. Oh, my God.
Yeah.